سلام، امروز میخوایم با هم دیگه این اشارپ زیبا رو ببافیم. چیزی که توی بافت اشارپ مهمه اینه که شما از نخ ظریف استفاده کنید. هر چقدر کاموایی که استفاده میکنید ظریف تر باشه، اشارپ قشنگ تری دارید. خب ما برای بافتن این اشارپ اول باید یه حلقه جادویی بزنیم. ببینید حلقه جادویی هم به این شکل نخواهد روی انگشتمون رد میکنیم، قلاب داخل میبریم و بالا میاریم. 4 تا زنجیره من میزنم، 1، 2، 3 و 4. حلقه را از دستم در میارم. بعد داخل حلقه 3 تا پای بلند میبافم، 2 تا. اینم 3 تا. بعد 3 تا زنجیره میزنم، 2، 3. دوباره داخل حلقه 3 تا پایه بلند میبافم، 2 تا، 3 تا. بعد 1 زنجیره میزنم و داخل حلقه 1 پایه بلند میبافم. حلقمو میکشم ولی وصلی انجام نمیدم، بستی نمیزنم، بافتمو برمیگردونم به این شکل. حالا 1، 2، 3، 4 تا زنجیره میزنم. داخل این 1 زنجیره‌ای که داشتم، ببینین رج قبل ما بعد از 3 تا پایمون 1 زنجیره زدیم، داخل اون 1 زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم. این 2 و اینم 3. 1 زنجیره میزنم، میرم داخل این 3 تا زنجیره که دو رج قبل داشتم، 3 تا پایه بلند میبافم. 2 تا، اینم 3 تا. حالا 1، 2، 3. دوباره همونجا داخل همون 3 زنجیره 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 زنجیره میزنم، میام اینجا که 4 تا زنجیره اول زده بودم. خب این 3 پایه که هیچی، این 4 تا زنجیره که اول زده بودم روی 4 زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم. 1، 2 و 3. خب 1 زنجیره میزنم، روی 3 زنجیره قبلی، ببینید رو 4 که 3 پایه بافته بودیم، روی 3 میشم 1 پایه بلند میبافم به این شکل. بافتم و بر میگردونم و دوباره شروع به بافت میکنم. ببینید 1، 2، 3، 4 تا زنجیره میزنم. اینجا 1 زنجیره دارم، درسته؟ اینجا که رج قبل ما بعد 3 پایمون 3 تا پای بلندمون 1 زنجیره زده بودیم، اون توی اون 1 زنجیره من 3 تا پایه بلند میبافم. این 2 تا، اینم 3 تا. ببینید الان این 4 تا زنجیرمو که زدم، داخل اولین زنجیره 3 تا پای بلند زدم، 1 زنجیره میزنم، میرم توی تک زنجیره بعدی. توی این باف ما با پایه ها کاری نداریم، پایه ها رو رد میکنیم، میریم تو تک زنجیره. الان توی این تک زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم، 1، 2، 3. 1 زنجیره میزنم، میرسم به اون 3 زنجیره وسطم. ببین اینجا که 3 تا پایه و 3 زنجیره زده بودیم، میرم داخل 3 زنجیره 3 تا پایه بلند میزنم، 1، 2، 3. 1، 2، 3 تا زنجیره میزنم، دوباره همونجا داخل همون 3 پایه 3 تا زنجیره ببخشید 3 تا پایه دیگه میبافم، 1، 2 و 3. به این شکل. حالا 1 زنجیره میزنم،
میرم توی تک زنجیره بعدی. ببینید اینجا بغل این سه تا پایه من یه زنجیره زده بودم، میرم داخل اون سه یک زنجیره و سه تا با پایه بلند میبافم. یک دو سه، یه دونه زنجیره میزنم، بعد میام این گوشه کارم. خب این گوشه کار من اول 4 تا زنجیره زدم دیگه، تو رج قبل که اول رجمون حساب میشد. توی 4مین زنجیرش 3 تا پای بلند میبافم، 2 تا، نه 3 تا. خب یه دونه زنجیره میزنم و روی 3مین زنجیره این گوشه یه دونه پایه بلند میبافم به این شکل. خب دوباره بافتم و برمیگردم و شروع به بافتن رج بعدی میکنم. ببینین الان مثلث ما، سه گوشه ما داره درست میشه و این باف کاملا تکراره. یعنی شما تا هر جا که بخواین این اشاربتون اندازه بشه این بافت رو تکرار میکنین. حالا من این یه رج رو دوباره به شما توضیح میدم. ببین اول رج همیشه 4 تا زنجیره میزنم، 3 4. داخل این زنجیره اول ببینید بغل این 3 تا پایه، داخل اون زنجیره 3 تا پایه بلند میبافم، 2 تا 3 تا. خب یه دونه زنجیره میزنم، میرم توی تک زنجیره بعدیم، این 3 پایه رو رها میکنم، میرم تو تک زنجیره، تو تک زنجیره بعدیم هم 3 تا پایه بلند میزنم، یه دونه زنجیره میزنم، دوباره میرم تو این تک زنجیره، توی اون تک زنجیرم 3 تا پایه بلند میزنم، 2 3. یه دونه زنجیره میزنم، رسیدم به وسط کار. اینجا که 3 تا زنجیره دارم، داخل اون 3 تا زنجیرم 3 تا پایه بلند میزنم، 1 2 3. 3 تا زنجیره میزنم، همونجا داخل همون 3 زنجیره 3 تا پایه بلند دیگه میبافم، این 2 تا، اینم 3 تا. یه دونه زنجیره میزنم، میام روی تک زنجیرم، روی تک زنجیرم 3 تا پایه بلند میبافم به این شکل. یه دونه زنجیره میزنم، میام رو تک زنجیره بعدی، اینجا هم 3 تا پایه بلند میبافم، 2 تا 3 تا. خب یه دونه زنجیره میزنم، میرسم به آخر کار. اینجا به آخر کار که رسیدم 4 تا زنجیره اول داشتم دیگه، روی 4مین زنجیرش 3 تا پایه بلند میبافم، 2 تا، نه 3 تا. یه دونه زنجیره میزنم و روی 3مین زنجیره یه پایه بلند میبافم. ببینید 1 2 3، اینجا یه پایه بلند میبافم به این شکل و بافت رو دوباره برمیگردونم. رجم تموم میشه، بافت رو برمیگردونم و شروع به بافت میکنم. تمام رج ها به همین صورت شروع میشه، یعنی 4 تا زنجیره من میزنم، 3 4 تا، روی تک زنجیره اول. خب این پایه، این 3 تا پایه قبلی مونه دیگه، قبلش یه دونه زنجیره داریم، روی اون من 3 تا پایه بلند میبافم. این نکته بافتم همینه، شما اگر این زنجیره اول رو 3 تا پایش رو نزنید، پایه این 3 پایهاتون اضافه نمیشه و شارپتون بزرگ نمیشه. بعد حواستون باشه که حتما این اولی رو بافت کنید. خب 3 تا پایه‌مو که زدم، یه دونه زنجیره میزنم، میرم رو تک زنجیره بعدی، خب 3 تا پایه بلند میبافم، این 2 تا، نه 3 تا. یه دونه زنجیره میزنم، میام رو تک زنجیره بعدی، ببین اینجا یه تک زنجیره دیگه دارم، 3 تا پایه بلند میبافم، 2 3. دوباره یه دونه زنجیره میزنم، میام رو تک پایه بعدی، روی تمام
این زنجیره ها من سه تا پایه میبافم، یه دونه زنجیره میزنم میرم بعدی. حالا رسیدم به وسط کارم. به وسط کارم که میرسم سه تا پایه بلند میبافم، یک دو سه، سه تا زنجیره میزنم، دوباره همینجا سه تا پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره میزنم، دوباره روی تک زنجیره بعدیش سه تا پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره میبافم بعد از سه تا پایم، میرم تو تک زنجیره بعدی. اینجا ببین ما بین پایه هامون، بین سه تا پایه هایی که میزنیم یه زنجیره هست دیگه، روی اون زنجیره ها کار میکنیم. خب دوباره سه تا پایه هم که بافتم، یه زنجیره هم میزنم میرم رو زنجیره بعدی، تک زنجیره بعدی، اونجا هم سه تا پایم رو میبافم، دوتا سه تا، دوباره یه دونه زنجیره میزنم، میام میرسم به آخرش. به آخرش گرسه من چهار تا زنجیره داشتم دیگه، روی چهارمین زنجیرش گوشه کار، ببینید اینجا گوشه کار، روی این چهارمین زنجیره سه تا پایه میبافم، دو سه. خب یه دونه زنجیره میزنم، روی سومین زنجیره یه دونه پایه بلند میبافم بهش و بافتو برمیگردم، کارم تموم میشه، بافتو برمیگردم. ببینید به این شکل داره سه گوش من بافته میشه. حالا شما این اشارپو به هر اندازه‌ای که بخواید ببافید، حالا کسایی دوستان تا کمرشون باشه، بعضی دوستان تا زیر زانوشون باشه، اون اندازش بستگی به سلیقه شما داره. بافت همین بافته، شما اینو تکرار میکنید، میبافین. ببینین اول هر رج با چهار تا زنجیره شروع میشه، داخل اولین زنجیره سه تا پایه بلند بافته میشه، یه زنجیره میزنیم میریم داخل تک زنجیره بعدی، سه تا پایه بلند میزنیم، یه زنجیره میزنیم میریم تو تک زنجیره بعدی، سه تا پایه بلند میزنیم، یک زنجیره میزنیم میریم تو تک زنجیره بعدی، سه تا پایه بلند میزنیم، یه زنجیره میزنیم میریم تو تک زنجیره بعدی، تو تک زنجیره بعدی سه تا پایه بلند، یه تک زنجیره و میرسیم به وسط کار، به این سه تا زنجیره وسط کار. اینجا که به وسط میرسیم سه تا پایه بلند، سه تا زنجیره، سه تا پایه بلند همینجا باف میکنیم. بعد میرسیم به تک زنجیره. ببینید اینجا قرینه، این وسط کار ماست، این ور این ور با هم قرینه، یعنی شما هر بافتی اینجا انجام دید اینجا هم باید انجام بدید. الان اینجا یک دو سه چهار تا من پایه ستایی با فاصله یک زنجیره دارم، این ورم باید همون باشه. ببینید این ورم یک دو سه چهار مساویان، چهار تا ستا پایه ستایی این ور دارم، چهار تا این ور. حالا این ردو که میخوام شروع بکنم، پایه این پایه بلندای ستای من میشه 5 تا، چون اینجا بهش اضافه میشه، گوشه کار بهش اضافه میشه، میشه 1 2 3 4 5. اینورم هم تو ببینید 1 2 3 4 5 و به همین شکل به این تعداد پایه‌های ستایمون که اضافه میشه بافت ما هم بزرگ میشه و شما این رو به اندازه دلخواهتون میبافین، بعد با هم حاشیهش رو میبافین. حالا من اینو تا یه مقداری میبافم، چون من نمیخوام یه اشارپ خیلی بزرگ ببافم، برای آموزش میخوام یه کوچیک ببافم که بتونم بهتون آموزشش رو بدم. بعد اینم من به اندازه ای که لازمه میبافم و با هم دیگه حاشیهش رو میبافیم.